همراه میشیم با مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو. آقای کاظمیان، خب واکنش ها همونطور که میبینیم لحظه به لحظه داره بیشتر میشه به دستگیری ترانه علی دوستی، این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ من اجازه بدید اینجا شروع کنم که اساساً کنش مدنی به ویژه وقتی پا میذاره به نقد حاکمیت سیاسی در جوامعی که دموکراتیک نیستن، به نوعی حاکمیت اونها یک حکومت اقتدارگرا و سرکوبگر هست، این کنش مدنی مستلزم پرداخت هزینه است. چرا؟ چون حکومت جامعه مدنی رو رقیب خودش و طرف نزاع خودش حتی ارزیابی میکنه و این کنشگری مدنی خب در یک سطوحی هزینه خواهد داشت برای کنشگر، اما برای برخی از کنشگران طبیعتاً هزینه بیشتری داره بسته به اینکه کجا ایستادن. طبیعتاً برای یک شهروند، یک زنی که مادر هستش، این کنشگری مدنی هزینه بیشتری داره. چرا؟ چون طبیعتاً باید پیامدهایی که برای فرزندش رو هم داره بپذیره و همینطور در گروه‌های مختلف اجتماعی. اینجاست که اقدام ترانه علی دوستی، من از خود ترانه شروع کنم، یک بازیگر سرشناس سینما ایران که میدونه وقتی پا میذاره به حوزه انتقاد از حکومت و همدلی با معترضان، به ویژه که حکومت کاملا براشفته و خشمگین از این خیزش سراسری، میدونه که پیامد خواهد داشت براش و نه تنها توقف نمیکنه بلکه به این روند ادامه میده تا حدی که کاملا مطمئن حتی متوجه یک تهدیدهای متوجهش خواهد شد تا سقف بازداشت. اینه که خود اقدام ترانه علی دوستی به نظر من قابل ستایش، یعنی این کنش مدنی یک حدی از شجاعت مدنی و شهامت مدنی میخواد که ترانه علی دوستی واقعا نشون داد، با وجود اینکه مادر بود، با وجود اینکه میدونه ورودش به این حوزه به معنای پایان یافتن فعالیت رسانه‌ای سیاسیش، ببخشید فعالیت سینماییش خواهد بود، اما پا میذاره به این حوزه. حالا در یک گامی فراتر، جالبه این سینماگرانی که امروز تجمع کردن مقابل زندان اوین یا دارن اونها همدلی میکنن با ترانه، اینها هم اقدامشون قابل توجهه. من اشاره کنم به مثلا هنگامه قاضیانی. هنگامه قاضیانی بازداشت شد، با وجود اینکه بازداشت شد چند روز هم هست در زندان بود، اون در تجمع امروز حضور پیدا کرد. یا میترو حجار احضار شد به دادسرا، امروز حاضر شده. این بازیگران سینما میدونن که ورود اینها به این حوزه ای انتقاد، کنشگری مدنی و دفاعشون از ترانه علی دوستی یک پیامدهای امنیتی و حتی طبیعتاً اقتصادی برای اینها خواهد داشت، اما نشون میدن که به این شجاعت یا شهامت مدنی رسیدن و طبیعتاً دارن یک حد قابل توجهی از هزینه رو پرداخت میکنن. چرا؟ اون همون جاییست که خود ترانه نوشت که در برابر ظلم و ظالم سکوت نکنید. چرا؟ چون یک جوان 23 ساله محسن شکاری بدون اینکه هیچ جرمی قابل تعریفی از حتی منظر قانونی انجام داده باشه، محکوم به اعدام میشه، اعدامش به صورت اجرا میشه، آیین دادرسی عادلانه در موردش اجرا نشده و خونهای دیگری که ریخته شده، پای خون به میان میاد، شهروندانی مثل ترانه علی دوستی و البته این هنرمندان دارن واکنش نشون میدن که اینها در خوره اعتناس واقعا. با کاظمیان، دست ماه گذشته در ابتدا خب شاید انگوش شمار بودن هنرمندانی که جلو اومدن صحبت کردن، ولی هر چه که جلوتر میریم دارن تعداد بیشتری میپیوندن و این میتونه خیلی تاثیر داشته باشه. اما این بازداشت و سرکوبی که حالا ترانه علی دوستی است یا فراتر از اون از کسان دیگه نام بردید، ما میدونیم در این چند ماه چه اتفاقی براشون افتاده، آیا حاکمیت یک هدف و مقصود دیگه ای داره از این روند؟ ببین، از همون جایی که گفتی شروع کنم که واقعا این خیزش سراسری در سه ماه گذشته، یعنی از زمانی که مهسا امینی خبر کشته شدنش منتشر شد، یکی از ویژگی هاش همین حضور هنرمندان و صف بندی اونها با حاکمیت سیاسی یا قرائت حکومت از این حوادث بود. ایستادن سمت جامعه مدنی و حامی معترضان شدن. این یک ویژگی مهمی بود که حتی تریبون‌های رسمی حکومت هم به این اذعان کردند. اما حاکمیت نشون داده که بجز پاسخ سرکوبگرایانه، بجز خشونت، اساساً راه حلی نداره. ممکنه که در نگاه اول بازداشت ترانه علی دوستی تهدید یک نفر ارزیابی بشه، اینکه حکومت فقط خواسته به ترانه واکنش نشون بده، یا حتی ممکنه بگیم در یک ساعتی بیشتر خواسته جامعه
جامعه هنرمندان رو مرعوب کنه. اما به نظر می رسه این دنبال یک پیغام بزرگتری است حکومت، یعنی داره پیغام میده اساسا به مجموعه معترضان که در صورت ورود به این حوزه هدف یک چنین خشونتی قرار می گیرن. اما چنان که گفتم جالبه، حکومت هیچ راهی هیچ روشی برای مواجهه با اعتراض به جز سرکوب نداره، اما شجاعت مدنی داره تکثیر میشه و اتفاقا برخلاف خواست حکومت با ترانه علی دوستی یک مصداقی خواهد شد از تکثیر شجاعت مدنی و به گمان من افراد بیشتری رو، چه زنان چه هنرمندان چه دیگران، به صف این خیزش سراسری طبیعتا ملحق خواهد کرد. ممنونم، متشکرم. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو.